رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ایران از افزایش 30% مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران خبر داده و رئیس سازمان اورژانس تهران نیز گفته است مأموریت‌های اورژانس به خاطر آلودگی هوا افزایش پیدا کرده است. جعفر جندقی رئیس مرکز بهداشت محیط و کار وزارت بهداشت گفت بررسی ها نشان داده است که مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در ایران از سال 1400 تا 1401 بیش از 30% افزایش پیدا کرده است که این وضعیت بسیار غیر منطقی است. جندقی در ادامه افزود باید بررسی شود که چه عواملی باعث ایجاد این آلودگی ها می شود. در این زمینه شهرداری ها که در تولید آلاینده ها نقش دارند و همچنین دستگاه های اجرایی مختلف مانند وزارت نفت بیشترین سهم در آلودگی هوا را دارند که باید بر علیه آنها اعلام جرم شود. وی با اشاره به وضعیت دخانیات در ایران افزود متاسفانه مافیای بزرگی در پشت صحنه دخانیات وجود دارد و اینکه چرا باید یک بسته سیگار با ظاهر بسیار گران قیمت با قیمت بسیار پایین به مصرف کننده عرضه شود یکی از دلایل آن است. برخی از رسانه ها در گزارشی درباره ادامه آلودگی هوا در تهران نوشتند در آذر ماه امسال شهروندان تهرانی تنها یک روز هوای پاک و 8 روز هوای قابل قبول داشتند و 17 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 4 روز برای همه مردم ناسالم بوده است. برای صحبت بیشتر در این باره سید نادر آموزگار روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تهران ما هستند. سلام و خوش اومدید به برنامه. آقای آموزگار، با توجه به وجود مافیا در گسترش دخانیات یا افزایش برخی آلاینده‌ها توسط برخی از نهادهای حکومتی مثل شهرداری و وزارت نفت، آیا امیدی به چاره‌جویی در زمینه آلودگی هوا در تهران وجود دارد؟ سلام علیکم، خسته نباشید. ظاهرا حکومت عزم جدی برای مبارزه با آلودگی هوا رو نداره. از جمله مازوت سوزی توسط تولید کننده های برق که قبلا با گاز انجام میشد به خاطر کم شدن حجم گازی که در نظر گرفته شده برای شهرهای بزرگ از سیستم سراسری گاز کشور یکی از علل عمده این آلودگیه. از جمله علل دیگه میتونیم به وجود خود فرودگاه مهرآباد در نزدیکی تهران اشاره کنیم که موقع تیک‌آف هر کدوم از هواپیماهای مسافری به اندازه چند هزار خودرو آلودگی ایجاد میکنه در شهر. از طرفی مثلا شما فرض بفرمایید یک کشوری مثل چین که قبل کمتر از 1 دهه پیش یکی از کثیف‌ترین هواهای شهری رو در پایتخت و شهرهای بزرگش داشت، الان یکی از پاک‌ترین هواهای اونجا رو داره. این حکومت چین تصمیم گرفت که خودروهای سوخت بنزین رو به کل از سیستم خودروسازی حذف کنه برای خودروهایی که برای داخل تولید می‌کرد و مشکل رو حل کرد. این قضیه دخانیات که بهش اشاره فرمودیم احتیاج به برنامه‌سازی داره. مثلا ما می‌بینیم که میرزای شیرازی یک فتوای تحریم تنباکو داد و تا خط دربار رفتش، کسی مصرف نمی‌کرد. آقایون علما حتی می‌تونن در این کار کمک کنن. این باید بی‌عقل واقعا تو این هوای آلوده که جوانای زیادی که ما می‌بینیم که آلوده شدن و سیگار کشیدن و دختر بهتر متاسفانه تا پیانای بالا دارن در واقع خودکشی میکنن، دارن خودکشی میکنن. کار بسیار بی‌عقل، ولی اینی که تأثیر بذاره توی هوا گمان نمی کنم بوده. دخانیاتی در اون حدی که موتورخونه ها، کارخونه ها و خودروها دارن هوا رو آلوده می کنن تأثیر زیاد توی این وضعیت اون سلامت شخصی اون بچه ها به خطر می دازه. بله، نقش مردم تهران برای کاهش آلودگی هوای شهر و حفظ سلامتشان چه چیزهایی می تواند باشد؟
مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه زیاد کاری اونطوری که از حکومت برمیاد از دستشون بر نمیاد، ولی خب استفاده از وسایل نقلیه عمومی میتونه کمک بکنه. همچنان ما شاهدیم که توی این دو ماهی که آلودگی هوا داره این همه کشدار میکنه و نسبت به سال پیش اینقدر افزایش پیدا کرده، ترافیک سنگین رو در ساعت‌های پیک ترافیک همیشه داشتیم. کاری که میتونم بکنم از مترو و اتوبوس و این تو وسایل نقلیه عمومی حداقل تاکسی استفاده کنن، از خودروهای تک سرنشین استفاده نکنن و فرهنگ سازی که عرض کردم در زمینه دخانیات برای سلامت عمومی باید انجام بشه که متأسفانه کاری در این زمینه نکرد. بله جناب آقای آموزگار، چنانچه عزم جدی برای حل مشکل آلودگی هوای تهران از سوی مرکز دولتی صورت نگیرد، چشم‌انداز آینده تهران و سلامت مردم شهر را چگونه ارزیابی میکنید؟ والا این مشکل وارونگی یا اینورژن که به قول انگلیسی ها میگن، هرچی هوا سردتر بشه، امسال با وجود اینکه ما خیلی پاییز سردی هم نداشتیم ولی این مشکل خیلی شدیده الان و داره کشدار میکنه، همینجور که مسئولین گفتن. ولی فقط میتونه امیدوار باشیم که خب زمستون هم خیلی سرد نشه، و چون اون سرما باعث میشه که دود و دمها بیشتر در سطح پایین شهر بمونه و سلامت مردم به خطر بندازه. ولی به حکومت من خیلی امیدی ندارم. آماری که دادن از 20 و چند نقاطی که به 30 سازما که مأمور شدن به انجام این کار، فقط 16-17 شد وظایفشون عمل میکنن، بقیهشون اصلا حتی همون وظایفی که حکومت به گردنشون گذاشته رو انجام نمیدن و حکومت هم قدرت این که سوال کنه ازشون شما با توجه به این از احادی که برای مردم پیش اومده چرا دارین به وظایفتون در این مورد عمل نمیکنین، این کار رو هم گمون نمیکنم کرده باشه. متشکرم از شما. اولویتایی که حکومت داره متاسفانه اولویتای دیگه ایه. سلامت مردم ظاهرا در اولویت نیست.